بشیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. آقای ندیمی، وقت شما بخیر. یکم به وضعیت نظامی و چیدمان نظامی اونجا بپردازیم. گزارش ها از حرکت نیروهای روسیه از چند مسیر به سمت کیف خبر میده. حرکت نظامی روسیه از کدوم جبهه ها انجام میشه و چقدر به اشغال نظامی کیف نزدیکند؟ بله، روس ها از سمت شمال و شمال غرب دارن به کیف نزدیک میشن. خیلی سعی کردن دیروز که یک فرودگاهی که حدود 20 مایلی کیف هست رو تصرف بکنن، فرودگاه آنتونوف. اگر این کار رو موفق میشدن، بعد از اینکه فرودگاه گرفتن نگه میداشتن و زمینه رو برای فرود هواپیماهای ایلیوشین روسی آماده میکردن تا نیروها بتونن خیلی سریعتر پیاده بشن و به سمت کیف حرکت بکنن، شرایط خیلی متفاوت تر می شد الان. ولی مقاومت جانانهی که گروه های نیروی ویژه اوکراینی در فرودگاه آنتونوف انجام دادن باعث شد که اون نیروی پیشروی روس عقب بره و در نتیجه هنوز نتونستن که اون طوری که می خواستن یک پل هوایی به فرودگاه آنتونوف در شمال غرب کیف بذارن. در نتیجه اتکا فعلا به حمله زمینی هستش. از چهار حومه کیف تونستن نفوذ بکنن و وارد بشن و در محیط شهری درگیری شدیدی اتفاق افتاده از دیشب. و آخرین خبری که من دیدم از چند دقیقه پیش، ظاهرا ارتش اوکراین تعداد قابل توجهی از نیروهاش رو وارد کیف کرده تا آماده بشن برای جنگ خیابون به خیابون و خانه به خانه با نیروهای روسی. اگر این اتفاق بیفته و بتونن کیف رو نگه دارن و از سقوط فوریش جلوگیری بکنن، ضربه بسیار قابل توجهی به استراتژی نظامی روسیه واقع شده. چون اگر در کل تصویر اوکراین نگاه بکنیم، دیروز ارتش روسیه موفق نشده که تا عمق خاک اوکراین نفوذ بکنه. قسمت‌های قابل توجهی از جنوب از سمت کریمر تا نزدیک خرسون تونسته تصرف بکنه، ولی هنوز به این شهر وارد نشده. تا مرز خارکیف رفته، قسمت‌هایی از خارکیف هم تصرف کرده، ولی به طور کامل شهرستان خارکیف رو نتونسته کامل تصرف بکنه، با وجود اینکه ارتش یکم تانک روسیه پشت این حمله هستش. منطقه سومی، بخش قابل توجهی از شمال اوکراین، اونجا تصرف کرده، ولی هنوز نتونستن این به اصطلاح پاکت ها یا قسمت هایی از خاک اوکراین که به تصرف خودشون در موردن به هم اتصال بدن. و این جدا موندن اینها خب یک ضعف قابل توجه در کل استراتژی نظامی روسیه هستش. در شمال به نظر میرسه که تمام تلاش روسیه از دیشب و امروز بر تحکیم موقعیت خودش در خارکیف و همینطور تصرف کیف متمرکز بوده. امروز هم باید انتظار داشته باشیم که بیشتر حملات هوایی، موشکی و همینطور زمینی روسیه روی منطقه خارکیف و قسمت شمال، یعنی چرنیکیف، که میتونه نتیجه بگیریم که میخواد تلاش بکنه مسیر پشتیبانی خودش از شمال به کیف رو استحکام بده و مستحکم بکنه بذاره، و این قسمت چرنوبیل و چرنیگیف رو به هم متصل بکنه. هنوز نتونسته به طور کامل الحاق ایجاد بکنه اونجا. فکر میکنم در قسمت شمال کیف تلاش اصلی روسیه امروز خواهد بود، ولی به سمت غرب هم حملات موشکی و هوایی انجام شده، حتی موشک‌های کروز به سمت لویف شلیک شده. ولی با توجه به اینکه یک موج عظیمی از آوارگان اوکراینی الان به سمت غرب و مرزهای رومانی و لهستان دارن حرکت میکنن، به نظر میرسه که اگر روسیه بخواد اونجا حملات موشکی و هوایی خودش رو متمرکز بکنه، شاید بخواد جلوی مسیرهای تدارکاتی به داخل اوکراین از اونور بگیره، این خطر وجود داره که تلفات غیرنظامی قابل توجهی به بار بیاره و این از نظر سیاسی برای روسیه خیلی سخت خواهد بود. سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما همراه بودید.